آمریکا و ترکیه برای اجتناب از رودررویی نظامی در سوریه قول دادند با یکدیگر همکاری کنند و نگذارند مناسباتشان از بین برود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه به سفر 6 روزه خود از خاورمیانه پایان داد. این سفر زمانی انجام گرفت که تنش مربوط به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه رو به افزایش بود. گزارشی از سیندی سین، خبرنگار دیپلماتیک صدای آمریکا در وزارت خارجه. عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای یگان مدافع خلق کردستان سوریه یا یپگه، در حالی که این نیروها در مبارزه با داعش با آمریکا همکاری دارند، دو کشور را به بحرانی خطرناک سوق می‌داد. تا اینکه دیروز وزیر خارجه آمریکا و ترکیه پس از چند ساعت گفتگوی خصوصی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و بدون حضور هیچ فرد دیگر آمریکایی یا مترجم اعلام کردند که به این نتیجه رسیدند که از وقوع یک بحران بالقوه جلوگیری باید شود. ما نمی‌خواهیم دیگر تنها عمل کنیم. آمریکا یک کار انجام دهد و ترکیه یک کار دیگر. از این به بعد با هم و بازو در بازوی یکدیگر عمل می‌کنیم. برای رفع مسائلی که بین ما اختلاف به وجود آورده همکاری خواهیم کرد. داهم جدا سویدیم ایلیشکیلریمیز کریتیک بیر آشامادا. ما یا باید این مشکل را حل کنیم و به مناسباتمان ادامه دهیم یا در وضعیت بدتری قرار خواهیم گرفت. اما از دیروز با نیت عادی سازی مناسباتمان با یکدیگر به توافق و تفاهم رسیدیم. تکرار نرمالشتیرمه کنوسوندا بیر مطابقتا واردیک، بیر آنلایشا واردیک داها دورسو. وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در ادامه اعلام کردند دو کشور قرار است گروه‌های کاری برای بررسی جزئیات و مطالعه چگونگی انجام این همکاری‌ها تشکیل شود. برای مثال با یکدیگر همکاری کنند که نیروهای دو کشور کجا مستقر شوند که بینشان درگیری پیش نیاید. تحلیلگران میگویند اختلاف نظرهای آمریکا و ترکیه در زمینه سرکوب گسترده اخشار و محافل مختلف جامعه ترکیه پس از کودتا هنوز به جای خود باقی است. یک دادگاه ترکیه روز جمعه پس از ترک رکس تیلرسون، 6 روزنامه‌نگار شامل 2 برادر را که از روزنامه‌نگاران برجسته ترکیه هستند، به جرم توطئه برای کودتای نافرجام 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. ایالات متحده از مدت‌ها پیش سعی می‌کرد ترکیه را تشویق کنه دست به یک سری اقدامات دموکراتیک بزنه، اما متوجه شد که 1 چندان موفق نبوده و 2 چندان نفوذی روی اردوغان نداره. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده همواره از ترویج دموکراسی در ترکیه، حکومت قانون، استقلال قضایی و آزادی مطبوعات در آن که از ارکان اقتدار و ثبات یک جامعه به شمار می‌رود، حمایت کرده است.